سلام، وقت شما بخیر. خب در مورد پیاده روی اربعین و ابعاد اون صحبت زیادی میشه و خب طبیعتا هر کسی میتونه در مورد این پدیده بزرگ متناسب با برداشت و در واقع فهمی که داره صحبتهایی رو بکنه که قطعا یک قطره‌ای در مقابل دریافت‌های متعددی که میشه در مورد این پدیده بزرگ داشت. من میخوام از یک زاویه متفاوتی به این موضوع نگاه بکنم و توجه بدم و اونم از زاویه بحث دستگاه رؤیاسازی و در واقع دریم میکینگ هست که خب تمدن غرب برای ساخت این دستگاه و داشتن اون هزینه های زیادی کرده و میکنه و خب در قالب ابزارهایی مثل سینما، سریال و امروز بازی های کامپیوتری این دستگاه عظیم رویاسازی برای تمدن غرب کار میکنه و کار ویژه جدی رو داره. بذارید من چند تا مقایسه بکنم، چند تا عدد رقم بگم تا شما متوجه بشید. آخرین ساخته آقای کریستوفر نولان، یکی از شاخص‌ترین کارگردانان آمریکایی و غربی که کار اوپنهایمر رو ساخته، کسی که سازنده بمب اتم بود و در واقع خیلی جالبه که این کار برگرفته از یک اثر و یک زندگی نامه است به عنوان امریکن پرومتئوس، یعنی به نوعی پرومته آمریکایی که به حال پدیده مثل بمب اتم رو کمک کرد که ساخته بشه و اون رو در اختیار یک قدرتی مثل ایالات متحده قرار داد و اون هم اون رو دست کم دو بار به صورت کاملا علنی در ژاپن استفاده کرد و اون تبعات رو ایجاد کرد و بعد از استفاده اون و بعد از در واقع پیروزی ایالات متحده و متحدینش در جنگ جهانی دوم میبینیم که چیزی بوده 80 ساله که از 1945 تا الان جهان زیر سلطه و سیطره ایالات متحده است. به هر حال اون حرکتی که آقای اوپنهایمر اون موقع انجام داد یک همچین تبعاتی رو داشت و امروز آقای کریستوفر نولان میاد زندگی نامه اون رو میسازه. بودجه‌ای که برای این کار گذاشته شده، بالاخره برای ایالات متحده این شخصیت یک همچین کار کردی داشته دیگه، هرچند بهش میگن پرومته آمریکایی و شیطان آمریکایی، چون پرومته در ادبیات نماد شیطان هست در ایلیاد و اودیسه و ادبیات اساطیری غرب. این شیطان و این ابلیس آمریکایی که این پدیده مخرب رو ساخت و در اختیار ایالات متحده گذاشت و 80 ساله که آمریکا به هر حال با استفاده از چنین ابزارهایی و با چنین عقبه ای از قدرت بر جهان سیطره داره و تمدن غرب رو نمایندگی میکنه به عنوان قدرت اصلی و اون رو به هر حال تا الان کم و بیش چیره نگه داشته، هرچند که این در حال افوله، اما به هر حال یک همچین کارکردی داره. برای این فرد میاد یک چنین فیلمی ساخته میشه در درون این دستگاه رویاسازی و 100 میلیون دلار هزینه میشه. 100 میلیون دلار برای ساخت این فیلم که تا الان چیزی بوده 800 میلیون، بیش از 800 میلیون دلار این فیلم فروخته، یعنی برگشت سرمایه داشته. 100 میلیون دلاری که برای این فیلم هزینه شده، اگر ما بخوایم برگردونیم به واحد پول خودمون، چیز بوده 5000 میلیارد تومان، یعنی 5 همت میشه. خب اگر مثلا من بخوام مقایسه بکنم با برخی از فیلم هایی که حالا ساخته شده، فیلم های شاخصی بوده، خیلی در مورد بودجه هاشون صحبت بوده و سر صدا کرده، مثلا فیلم به وقت شامی که آقای حاتمی کیا ساخته،
چیزی بوده 8 تا 10 میلیارد تومان به گفته حالا تهیه کننده و کارگردان این فیلم گفته شده که در مورد این کار هزینه شده. حالا اگر بخوایم این رو رقمش رو بروز بکنیم، اصلا شما بگید که این رقم امروز اگر بخواد اتفاق بیفته، بعد ضرب در مثلا با توجه به تغییرات نرخ ارز ضرب در مثلا 10 بشه دیگه، شما بگید به جای 8 تا 10 میلیارد تومان بشه 80 تا 100 میلیارد تومان. هزینه یک فیلمی مثل به وقت شام در ایران، اون وقت برای یک پدیده مثل فیلم اوپنهایمر 100 میلیون دلار یعنی 5 همت هزینه میشه، 5000 میلیارد تومان که اصلا حالا اگر بگیم 1000 میلیارد تومان 10 برابر اون 100 میلیارد به وقت شامه، یعنی 100 میلیارد رو ضرب در 10 بکنیم میشه 1000 میلیارد تومان، بعد تازه بعد یه بار هم ضرب در 5 بکنیم یعنی تقریبا 50 برابر برای این فیلم نسبت به یک کاری مثل به وقت شام هزینه شده. خب حد و عرض و طول ابعاد رو ببینید. من میخوام این رو توی حوزه نرم یه مقایسه هم بکنم با حوزه سخت، یعنی طبق برآوردهایی که شده، من یه خبری رو میدیدم که اعلام شده بود که کره شمالی یک هزینه‌ای در حد 600 تا 650 میلیون دلار داره، طبق اعلامی که یکی از اندیشکده‌های کره شمالی انجام داده بود، برای تست موشکش هزینه میکنه. و من اون خبر رو که میدیدم گفته بود مثلا چیز بوده 30 الی 33 مورد پرتاب موشکی و تست موشکی داشتند. هزینه هر تست موشک رو اگه شما حساب بکنید میشه اون 600 حدوداً میلیون دلار تقسیم بر 30 دیگه، که میشه تقریبا چیز بوده 20 میلیون دلار، که اگر باز یه ضرب و تقسیم بکنیم میشه 1/5 100 میلیون دلاری که هزینه چی شده؟ هزینه فیلم اوپنهایمر شده. یعنی به جای 5000 میلیارد تومان یعنی 5 همت، شما هر تست موشکت یک همت هزینه داره. حالا کره شمالی این هزینه رو اعلام کرده، کم و بیش هزینه هر تست موشک، یعنی یک موشکی که حالا قابلیت حمله انواع کلاهک‌ها رو داره و استفاده میشه توی جنگ سخت، 5 برابرش ایالات متحده فقط توی قلم فیلمی مثل اوپنهایمر میاد هزینه میکنه برای اینکه آقای کریستوفر نولان توی اون دستگاه رویاسازی بیاد این کار رو انجام بده. باز من میام مقایسه میکنم برآوردهایی که در مورد، چون بحثمون در مورد پیاده روی اربعینه، برآوردهایی که میشه در مورد هزینه انجام شده به گردش مالی حوزه اربعین چیزی بوده 1600 میلیارد، یعنی حالا شما بگیرید 2000 میلیارد یعنی دو همت، که حالا من اگر این چون آمار سال گذشته است اینو بخوایم بروزش بکنیم، حالا بگیم مثلا بشه 3 همت یعنی 3000 میلیارد تومان کل گردش مالی، که خب دیگه منحصرا توسط یک دولت و یک فرد و در واقع یک کشور انجام نمیشه، مجموعه ای از افراد میان مجموعاً و دولت ها و ملت ها و اجزای مختلف و افراد و سازمان ها و نهادهای مختلف میان هزینه هاشون رو روی هم میریزن. یه برآورد اولیه که حالا من میدیدم وجود داشت چیز بوده مثلا 2000 میلیارد یعنی دو همت هزینه میشه برای پدیده مثل پیاده روی اربعین. خب این هزینه رو باز شما میبینید که اگر تازه ما به روزش هم بکنیم مثلا برسه در حد 3 تا 4 همت، باز اندازه این فیلمی که ایالات متحده، یعنی بودجه‌ای که صرف ساخت فقط یک فیلم ها، چون ایالات متحده تعداد قابل توجهی فیلم و بازی میسازه، حالا من به بازی ها هم میپردازم در ادامه، هزینه که ایالات متحده داره میکنه فقط برای یک فیلم اصطلاحاً بیگ پروداکت و در واقع با هزینه گستردش 5 همت، برای پیاده روی اربعین که حالا من مقایسه که دارم میکنم اونها دارن رویا سازی میکنند، ما هم داریم یک رویا یک افقی رو در واقع به نوعی توی بحث پیاده روی اربعین رخش رو نمایش رو به افراد نشون میدیم دیگه، یک
آرمان شهری که در واقع در آینده قرار شکل بگیره، شما میایید در یک بازه از زمان اون رو نشون میدید. حالا اونجا شما میبینید که ایالات متحده داره فیلم کسی رو میسازه که اومده به عنوان یک نخبه علمی یک چتری از وحشت، یک چتری از ترس رو بر سر عالم حاکم کرده. اون چتر اتمی، بمب‌های اتمی که بیش از 33,000 کلک اتمی وجود داره در جهان، یک چتری از وحشت، یک موازنه ای از وحشت رو اومده ایجاد کرده این آقای اوپنهایمر. و حالا شما میبینید که یک بودجه 100 میلیون دلاری میاد براش هزینه میشه برای اینکه چهره این فرد رو حالا بیان اونجوری که گفته میشه تو این فیلم تصویر بکنند. و در واقع یک رویا پردازی، یک دستگاه رویا سازی رو شما اینجا میبینید که میاد یک فردی رو که جهان رو از وضعیت آرمان شهر برده به سمت در واقع ضد آرمان شهر، از وضعیت یک در واقع یوتوپیا نزدیک کرده به دیستوپیا، در واقع یک ناآرمان شهر، یک جایی که درش چتری از وحشت، چتری از احتمال آن به آن نابودی حیات اساسا بر روی کره زمین، چون گفته میشه این تعداد کلاهک اتمی که الان وجود داره میتونه تعداد محدودیش کلن حیات رو بر روی کره زمین نابود بکنه. این چتر وحشت و این چتر وحشتناک توسط اوپنهایمر بر سر جهان کشیده شده، اون زمینه رو ایجاد کرده. حالا آقای نولان میاد با دستگاه رویا سازی و رویا پردازی 100 میلیون دلار هزینهش میکنه، 5 همت ایالات متحده، و این فیلم ساخته میشه. و ما طبق برآوردهایی که وجود داره، خیلی اگر هزینه شده باشه برای پیاده روی عرب، این که یک چتری از رحمت رو بر یک محدوده ای از در واقع زمین ایجاد میکنه، برخلاف اون چتر وحشت که ایجاد شده، و یک نمایی، یک ترسیمی از یک فضای رویاگونه رو شما میبینید که در پیاده روی اربعین اتفاق میفته. و حالا توی این مقایسه خودتون قطعا الان ذهنتون رفت جلوتر دیگه، اونجا توی رویا پردازی شما باید بنشینید و این رویا رو ببینید. حالا من فیلم اوپنهایمر رو مثال زدم، شما فیلم های دیگر هم میتونید در نظر بگیرید دیگه. فیلم های با تولید بزرگ ایالات متحده همچین عرض و ابعاد و طولی رو دارن، در نظر فرهنگی که همچین هزینه هایی میشه که گفتم. شما هر تست موشک که بخواید انجام بدید میشه 1/5 اون هزینه، یعنی یک همت. پیاده روی اربعین میخواد برگزار شه مثلا به طبق آمار ارقام روز مثلا میخواد بشه به 3-4 همت، اصلا شما بگیرید 5 همت. خب این رقم و این اعداد و ارقام، ببینید اونجا داره چطور هزینه میشه، اونجا چطور داره رویا سازی میشه، و با چه حد و عرض و طول ابعاد و چه هزینه، یعنی بهترین کارگردان های خودشون رو میارن پایین کار، یک همچین بودجه رو هزینه میکنن، 5 همت یک کاری رو میسازن، و اینقدر هم خب براشون بازگشت مالی داره که 8 برابر الان شما میدید که فعلا تا الان این فیلم بازگشت در واقع درآمد داشته، بازگشت سرمایه خودش رو انجام داده. حالا اینجا اونجا داره رویا سازی انجام میگیره، در یک ساحت دیگه داره در حوزه جنگ سخت یک موشکی آزمایش میشه و تست میشه، که اون موشک هم میتونه انواع کلک ها از جمله کلک اتمی رو که همون آقای اوپنهایمر زمینه شکلیش رو ایجاد کرده میتونه اون رو حمل بکنه، و در واقع ابزار بست وحشت، زمینه ساز ایجاد چتری از وحشت بر عالمه، این موشک هایی که میتونن شلیک بشند. و حالا امروز ایالات متحده میره چه کار میکنه؟ میره به جای این که یک چنین هزینه ای رو انجام بده، البته نه این که الان انجام نمیده در حوزه سخت ها، نه این که الان ایالات متحده کلاهک اتمی نمیسازه، نه این که الان از نظر موشکی خودش رو، از نظر انواع اقسام جنگ افزارهای سخت خودش رو ارتقا و در واقع
توسعه نمیده، چرا داره این کارو میکنه. اما ببینید برای ایالات متحده یک اتفاقی مهمتره، اونم اینه که بیاد 5 برابر هزینه یک تست موشک رو صرف بکنه برای یک فیلم سینمایی که داره زندگی نامه کسی رو میسازه که اون بمب اتمی، یعنی اون حالا کلاهک های اتمی، مثلا اون ساخته در واقع اوپنهایمر به این نقطه رسیدن دیگه، بمب های اتمی و کلاهک های اتمی که میان روی موشک ها، بمب ها و کلاهک های اتمی که میان روی موشک ها نصب میشن، این ساخته آقای اوپنهایمره. 5 برابر اون هزینه میشه برای اینکه همچین فیلمی ساخته بشه. خب یک همچین فیلمی ساخته میشه که 5 برابر تست یک موشک هزینش. و این سو شما میبینید که در پیاده روی اربعین یک گرد همایی اتفاق میفته در حد اعلی. اگه ما بگیم هزینه هایی که حالا برای این کار طبق برآورد هایی که الان صورت گرفته انجام شده، گفتم چیزی بین 2 تا مثلا 4 همت، حالا پارسال حدود 2 همت، زیر 2 همت بوده، امسال بشه مثلا 4 همت، 4 همت هزینه شده باشه که باز به گرد اون هزینه، یعنی تازه نزدیک میشه به اندازه یک فیلمی که ایالات متحده داره میسازه. خب حالا شما قطعا ذهنتون یکدو جلوتر میره دیگه، گفتم ذهنتون که جلوتر میبرید میگید که خب اونجا شما در نهایت دارید یه رویا رو من نشون میدید، اینجا من میرم این رویا رو از نزدیک میتونم ببینم، از نزدیک میتونم لمس بکنم و از نزدیک میتونم تجربهش بکنم. توی این رویا که چتری از رحمت رو بر خطه ای از زمین در یک بازه حدوداً 1 ماهه ایجاد میکنه و افراد میان توی یک محدوده ای در حالا اون بازه ای که زوار میان از سرزمین خودشون حرکت میکنن، تجمیع میشن، میان وارد اون ورودی های اصلی کشور عراق میشن و کشور همسایه مثل ایران و بعد از اونجا میان وارد محدوده اون شهرهای زیارتی میشن، حالا بعضی از جنوب از نجف می آغازند، بعضی میرن از شمال از سامرا و کاظمین و در واقع بغداد شروع می کنند و همه میان به سمت کربلا در روز اربعین. همشون دارن ذیل این چتر از رحمت، من نه چتر وحشت که حالا با رویا سازی شما بیاد زیباش بکنید، همشون تو ذیل این چتر ایجاد شده یک تجربه عجیبی رو انجام میدن که این تجربه دیگه فقط در قالب دیدن یک رویا نیست، اونا میرن این رو لمس میکنن، اونا میرن میچشند، اون رو میرن در واقع تجربه میکنند. و حالا باز من میخوام اینجا یک مقایسه دیگه بکنم، چون با اون دستگاه رویا سازی که ابتدای بحثم و عرایزم مطرح کردم کار دارم، توی دستگاه رویاسازی که ایالات متحده داره، یعنی شما مثلا توی این دستگاه یک اثری رو میبینید که سال 1998 ساخته شده به نام ترومن شو که داستان فردیست به نام ترومن که در قالب مأمور فروش بیمه تصورش اینه که داره یک زندگی معمولی رو انجام میده، اما متوجه میشه بعد از این مدت که نه، اون داره در درون یک سریال تلویزیونی به نام ترومن شو و نمایش ترومن زندگی میکنه و همه اطرافیانش، همه کسانی که دوستان و خانوادهش محسوب میشن، همه بازیگرن جز خودش که اون هم داره بازی میکنه، اون هم بازی میکرده اما واقعا خودش بوده، یعنی تصورش این بوده که همه دارن یک روابط دوستانه و روابط فامیلی رو دارن باش به صورت واقعی و نه تصنعی تجربه میکنن، داره باشون تجربه میکنه، اما یه دفعه متوجه میشه که نه و اینا همه بازیگر بودن، خودش هم در وسط یک سریال تلویزیونیه و حالا وقتی اینو میفهمه میخواد از اینجا، از این استدیوی بزرگی که برای این سریال ساخته شده، حالا تو اون فیلم سینمایی که داره این رو نشون میده، از اینجا بزنه بیرون. خب ترومن اونجا تنها کسیه که تا زمانی که البته تازه میفهمه، یعنی این قضیه تا قبل از اینکه بفهمه بازی نمیکنه، ولی بقیه بازیگرن. اما شما وقتی میرید توی پیاده روی اربعین
هیچ کس بازی نمیکنه، همه خودشونه. هم شما در واقع توی این فضای رویایی دارید واقعی تجربه میکنید و واقعی رفتار میکنید، واقعی حالا میچشید و لمس میکنید، و هم بقیه. هیچ کس تصنعی نیست و خب همینه که شما توی این تجربه، چرا میگم رویایی؟ به خاطر اینکه وقتی شما وارد این فضا میشید، وارد این عرصه میشید، یک اتفاقاتی میفته. من برای اینکه این اتفاقات رو برای شما روشن بکنم یه مثال دیگه میزنم از یکی دیگر از اجزا دستگاه رویاسازی ایالات متحده و تمدن غرب، یعنی بحث بازی سازی. ببین، شما وقتی بازی میکنید و بازی ساخته میشه و کارگردان بازی میخواد شما رو به بازی بگیره، خب یه سری قواعدی داره این بازی دیگه. معمولا اول بازی ها و شروع بازی ها شما باید اون قواعد رو یاد بگیرید، بدونید مثلا این بازی رو اصطلاحاً تحت عنوان اون بخش آموزشی بازی مدارم، خیلی بازی اون اوائلش ساده تره، برای اینکه شما آروم آروم یاد بگیرید و هی همجور که میرید جلوتر سخت‌تر میشه. شما باید قواعد بازی رو اصطلاحاً یاد بگیرید. این قواعد بازی که شما توی بازی ها یاد میگیرید حالا به شما کمک میکنه وقتی که یاد گرفتید بتونید بازی رو آرام آرام هی توش تبحر پیدا کنید، حرفه‌ای بشید و بتونید بازی رو تمام بکنید. و خب این بازی رو شما ممکنه چند بار بازی بکنید، یعنی نه یک بار، نه دو بار، چند بار. تازه هر بار که بهتر یاد میگیرید، بهتر میرید اون بازی رو لمس میکنید، تجربه میکنید، حالا بازی میکنید دیگه. خودتون هم میدید واقعی نیست. پیاده روی اربعین هم در واقع یک آوردگاهیه، یک میدانگاهی که قواعد خودشو داره. باز میگم اونجا مقایسه کردم با سینما، اونجا دارم مقایسه میکنم با بازی. هم سینما همه میدونن رویا پردازیه، دستگاهیه که دریم میکینگ و دریم میکره، هم بازی همینجوریه. اما شما در پیاده روی اربعین وارد آوردگاهی میشید که گفتم همه چی واقعیه و یک سری قواعد بازی داره. اون قواعد کاملا شما رو از شرایط واقعی، همونجوری که شما توی بازی یک سری از قواعد رو میپذیرید، مثلا تو همه بازی ها همه میدونند که یک سری ساده سازی ها از شرایط واقعی نسبت به شرایط واقعی در درون بازی رخ میده. این رو آقای سید مایر یک کنفرانسی رو داره که سال 2010 توی کنفرانس و توی گرد همایی بازی سازان اعلام میکنه، ارجاع میدم به اونجا. میگه که همونجور که بازی باز، یعنی این کسی که داره بازی میکنه باید یک سری چیزها رو در واقع بپذیره، بازی ساز هم باید یک سری قواعد و اصول رو بپذیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بازی باز خودش رو در بازی یه مقدار درجه حساسیتش رو میاره پایین، یعنی خیلی گیر نمیده به اینکه این بازی و قواعدی که تو این بازی هست با دنیای واقعی تفاوت داره. خب یک سری ساده سازی ها درش اتفاق افتاده. مثلا شما تو دنیای واقعی اگر یک اتفاقی براتون، مثلا توی بازی شبیه سازی میدان جنگ اگر مثال بزنم، اگر اتفاقی توی میدان واقعی جنگ بیفته، شما دیگه کلا اون جنگ رو از دست میدید، زخمی میشید، یا به هر حال اون فرد اگر تیر بخوره زخمی میشه یا کشته میشه، از میدان خارج میشه. اما توی بازی شما میپذیرید که این ساده سازی اتفاق بیفته که مثلا اگر به شما تیر خورد اون لحظه اتفاق به سمتی بره که شما التیام پیدا بکنید و بتونید اون نبرد رو، اون مبارزه رو به انتها برسونید. خب این ساده سازی رو شما به معنی بازی باز میپذیرید. بازی ساز هم در واقع میاد این ساده سازی ها رو به نوعی دیگه انجام میده، یعنی انقدر شرایط رو سخت نمیکنه شما نتونید بازی کنید، یعنی انقدر شرایط رو مثل دنیای واقعی، شبیه این حالیتی که شما مثلا میدید توی امتحان راهنمای رانندگی و توی شهرک آزمایش، بالاخره نسبت به میدان واقعی که شما میرید امتحان راهنمای رانندگی میدید، نسبت به اون خیابان واقعی، نسبت به اون جاده، خب توی شهرک آزمایش خیلی شرایط ساده تر دیگه، اصلا ماشینی وجود نداره، اونجا یک امتحانه و یک ساده سازیه و نسبت به شرایط واقعی کاملا تفاوت داره. توی بازی هم همینی، یک ساده سازی های اتفاق افتاده، شما به عنوان بازی باز میپذیرید، بازی ساز هم در واقع اینها رو در بازی
ایجاد میکنه که شما بتونید بازی رو به انتها برسونید. مثل اون شرایط دنیای واقعی شرایط رو سخت نمیکنه. خب این ارتباطات بین بازی باز و بازی ساز وجود داره توی اون دستگاه رویاسازی، و حالا این اتفاقی که میفته در نهایت ختم میشه به این که شما برید اون بازی رو انجام بدید. خب اینها یعنی چی؟ یعنی نسبت به شرایط واقعی کاملا شما یک فضا و موقعیت متفاوتی رو دارید، مثل اون وضعیتی که شما توی شرک آزمایش دارید که میرید امتحان راهنمای رانندگی میدید، یا اون کسی که میره راهنما امتحان میده، با اون اتوبان و خیابان و جاده‌ای که در دنیای واقعی افراد دارن درش رانندگی میکنن تفاوت‌ها کاملا معلومه. یعنی شرک آزمایش خیلی ساده‌تر از دنیای واقعیه، بازی خیلی ساده‌تر قواعدش نسبت به دنیای واقعی، ساده سازی های اتفاق افتاده. هم بازی باز این رو میپذیره، هم بازی ساز این رو در واقع ایجاد میکنه تا این تجربه مشترک اتفاق بیفته. خب اما شما وقتی میدید وارد آوردگاه و میدان اربعین میشید، به طرز عجیبی میبینید که قواعدی که در میدان اربعین و قواعد بازی که در میدان اربعین حاکمه، قواعد سختری از دنیای واقعیه. اما همین قواعد سختر اجرا میشه و افراد با اجرای این قواعد و با پذیرفتن این قواعد و با در واقع تن دادن به این قواعد یک تجربه بی‌نظیر و رویاگونه‌ای رو انجام میدند. یعنی شما تو بازی قواعد ساده شده رو میپذیرید و میرید تجربه میکنید، بازی میکنید، توش پیش میرید، تسهیل شده اتفاقات نسبت به دنیای واقعی. تو شرک آزمایش هم همونجوری که مثال زدم، میرید با شرایط تسهیل شده کنار میایید، رانندگی میکنید و امتحان خودتون رو میدید و در نهایت گواهینامه به شما میدن، گواهینامه‌ای که شما تو شرایط تسهیل شده گرفتید، ولی خب باید برید تو شرایط سخت‌تر امتحان بدید. هم تو بازی اینجوریه، اما توی میدانگاه اربعین و آوردگاه اربعین قواعد سخت‌تری نسبت به دنیای واقعی حاکمه. چند تا براتون مثال بزنم. ببینید شما در دنیای واقعی یک چیزی که همه پذیرفتن به عنوان قاعده بازی سودمحوریه. یعنی میگه من هم هر حرکتی که بخوام، این متاسفانه اون چیزیه که در اقتصاد غربی که در جهان حاکمه به عنوان یک قاعده بازی وجود داره و پذیرفته شده. شما وقتی میخواید توی عرصه اقتصاد، توی بازار، توی روابط خودتون، توی روابط اقتصادی مختلف پیش برید، میبینید که آقا همه چیز اینجا مبتنی بر سود تعریف شده. یعنی هر کسی قدم از قدم بر نمیداره جز اینکه یک دو تا چهار تا مادی انجام میده. ببین این قدم رو داره بر میداره برای چه آورده ای رو داره؟ طرف مقابل اگر کاری کرده با چه چشم داشتی، این اگه داره کاری انجام میده چه چشم داشتی باید داشته باشه. خب این قاعده بازیه دیگه، و به نظر میاد که این قاعده بازی اومده شرایط رو تسهیل کرده. یعنی همین خب دیگه بالاخره هر کسی داره مبتنی بر منفعت عمل میکنه. خب برای ما الان عجیب میاد دیگه، چون داریم با اربعین مقایسه میکنیم. من همین الان مثال زدم، آقای نولان اومده یه فیلم ساخته 100 میلیون دلار، تا الان بیش از 800 میلیون دلار فروخته. یعنی این رویا رو اومده به این شکل ساخته توی این دستگاه رویا سازی توی هالیوود، بعد ملت رفتن نشستن این رو توی فضاهای مختلف، حالا برخی در سینما، برخی در جاهای دیگه و توی بسترهای دیگه دیدند و حاضر شدن تا الان 800 میلیون دلار هزینه بدن بابت این. یعنی 8 برابر اون چیزی که هزینه شده. این کاملا توی اون دستگاه رویا سازی قواعد مادی و مبتنی بر منفعت و نفع و ضرر تعریف شده. این قاعده است که حاکمه. خب این از کجا اومده این قاعده که الان برای ما عجیب میاد این حساب به عربی وقتی مقایسه میکنیم، این از کجا میاد؟ این قاعده در واقع برآمده از همون نگاهیه که در غرب وقتی دین کنار گذاشته شد، امثال هابز اومدن گفتن انسان گوری انسانه، انسان گوری انسانه، انسان اگر به حال خودش رها بشه میتواند به جایی برسد که گرگ صفت بشه و در گرگ صفتی دیگران رو بدره. انسان گرگ انسانه. خب توی این شرایط یک دو وحشت کردن، گفتن آقا ما دین رو حذف کردیم، انسان شده گرگ انسان. هابز داره میگه تون لویاتانش. خب
یه عده اومدن برای اینکه این رو بالاخره بهترش کنن، چون میدیدن انسان ها میتونن به این ورطه بیفتن، گفتن ما میایم یه کار میکنیم، انسان ها رو از گرگ تبدیل میکنیم به روباه. چطوری؟ با نگاه یوتیلیتاریانیزم. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت منفعت. یعنی چی؟ یعنی گرایش منفعت. اسم داره، یعنی گرایی دیگه، منفعت گرایی، یوتیلیتی گرایی، نفع گرایی، همه رو میکنیم منفعت طلب. این قاعده رو حاکم میکنیم، این قاعده بازی رو بر عالم حاکم میکنیم، بر عالم اقتصاد که عملا عالم اقتصاد الان بر فرهنگ و نمیدونم سیاست و بر همه حوزه حاکم شده دیگه. این قاعده بازی رو بر رفتار بشر و اخلاق بشر حاکم میکنیم، به جای اینکه بدرد مثل روباه عمل بکنه، مثل گرگ عمل نکنه و مکارانه در واقع پیش بره و منفعت طلب و منفعت گرا باشه. یوتیلیتاریانیزم. به جای اینکه وایلد باشه، وحشی باشه، مایلد باشه. و حالا وقتی منفعت اومد وسط، میبینه که به نفعشه که مثل گرگ ندره، به نفعشه که مثل روباه در واقع کیله گرانه و مکارانه عمل بکنه، به نفعشه که به دنبال منفعتش باشه. اگر به دنبال منفعتشه، بالاخره باید قبول کنه که یک عده، اگر اون داره منفعت زیادی به دست میاره، ثروت زیادی به هم میزنه، یک عده که فقیرن، محتاجن، اگر به اینها رسیدگی نکنه، اینها ممکنه دوچار اون خوی درندگی بشن و اساساً حیات رو بر این هم تنگ بکنن. خب میگه چیکار بکنم؟ میگه بیا برو سراغ خیریه. خیریه رو با این نگاه توجیه میکنم، بیا برو سراغ ابزارهای رفاه اجتماعی و سوشال ورفر، بیا اینها رو در جامعت حاکم کن، بیا بالاخره با ابزارهایی مثل بیمه بیکاری، با سازوکارهای مثل خیریه، بیا در واقع جامعه خودت رو از ورطه والد شدن و وحشی شدن به ورطه مالد شدن بکشون. این قاعده الان حاکمه، میدونید که حاکمه، اما وقتی ما وارد پیاده روی اربعین میشیم، این قاعده رو مشابه یک لباسی، به مشابه یک شستشویی، به مشابه یک تسکیه و پاک کنندگی، از به مصابه یک گرد و غباری از سر و دوش خودمون میزداییم، کنار میزنیم و وارد این عرصه و ورطه و در واقع فضا و آوردگاهی میشیم که توی اینجا یک قواعد بازی دیگه ای حاکمه. توی اینجا انسان ها نه تنها گرگ صفت نیستند که حالا یک عده بخوام بیان اونها رو توصیه کنن به روباه صفت بودن، بلکه روباه صفت هم نیستن، به دنبال منفعتشون نیستن. و شما وقتی وارد این فضا میشید، ببینید قواعده بازی کاملا تغییر کرد، هیچ کس دنبال منفعتش نیست. شما ممکن حالا بگید انسان مسلمان یک تجربه این چنینی رو داره، باز قبل از اینکه وارد این آوردگاه بشه، مثلا انسان مسلمان ایرانی یا بالاخره اون انسان غربی که میاد از اونجا وارد اینجا، بالاخره اونها هم یه خیریه‌ای دارن طبق این قاعده منفعت طلبانه که گفتم، اونها توی اونجا، اینها هم بالاخره یک زمینه‌هایی به صورت جدی در قالب نذر، در قالب انفاق توی جامعه خودشون تجربه کردن. بالاخره برخلاف اون نگاهی که در اقتصاد غربی میگه ناهار مجانی وجود نداره، اینها بارها و بارها به ادای غذایی اینچنین رو دریافت کردند و دیدن که کسی بهترین غذا رو طبخ کرده و داره با کمال میل به اونها تقدیم میکنه، و خب اینها این تجربه رو دارن. اما چیزی که از این ما توی ادبیات دینی خودمون، یعنی قاعده‌ای که ما توی ادبیات دینی خودمون میشناسیمش، ما به این سازوکار میگیم انواع و اقسام انفاق ها و انفاقات. یعنی میگه حالا آخر کسی داره انفاق میکنه، دستش به دهنش میرسه، منابع مالی رو داره، یا نه بالاخره تونسته یه مقدار پسنداز بکنه، اومده داره به اندازه خودش یک
نظری رو میده، یک انفاقی رو انجام میده. اما شما وقتی وارد این فضا میشید باز میبینید که موضوع حتی توی قاعده انفاق هم، یعنی قاعده بازی در قالب انفاق هم نیست، یه چیزی فراتر از انفاقه. برای اینکه باز متوجه بشید که این قاعده چیه، توی ایام کرونا یک توصیه دیگه‌ای در از سوی شخص رهبری مطرح شد و خواسته شد که جامعه دینی و انقلابی بالاخره با مشکلاتی که وجود داره و با توجه به مسائلی که هست بره سراغ مواسات. خب شما انفاق رو میشناختید، انفاق رو تجربه کرده بودید، حالا بحث مواسات مطرح شد. مواسات چی بود؟ مواسات این بود، بخوایم مقایسه بکنیم بین انفاق و مواسات، مثال سادهش این میشه که الان فرض بکنید موقع صرف ناهار شماست، یک کسی از راه میرسه، بعد شما یک ظرف غذا و یک بشقاب غذا بیشتر هم ندارید. میتونید چند تا رفتار انجام بدید. میتونید شما اون رفتار منفعت طلبانه رو انجام بدید و در قالب اون رفتار منفعت طلبانه چه کار بکنید؟ اون غذا رو بگید بالاخره من هزینه کردم بابتش، الان اگر نخورم گرسنه میمونم، نمیتونم به کارم برسم و اینها. اون فردم بالاخره احتمالاً غذا خورده، یا نه برید بالاخره یه گوشه برای خودتون پیدا کنید اون غذا رو بخورید. میتونید نه بیاید یک بخشیش رو انفاق کنید، بالاخره بگید اون هم بیاد در این غذای شما یه بخشیش، به اندازه بخشی از اون غذا، نه همه اون غذا، یا در واقع یه بخش کوچیکیش رو با شما شریک بشه. یه موقع است میاد در قالب مواسط میگه که نه ببینید من و شما با هم فرقی نداریم، شما به عنوان میهمان اومدی، من هم نصفی از این غذا رو میخورم، شما هم نصفی از این، این غذا رو میاد نصف میکنید، دو تیکه میکنید، دو قسمت میکنید، دو بخش میکنید، با هم دیگه میخورید. این میشه مواسط. اما یک موقع اتفاق دیگه میفته، یعنی اینکه اون فرد از اون غذایی که داره کلا میگذره، که حالا اینجا دیگه مواسات هم رخ نمیده، یک گام بالاتر از مواسات رخ میده، یعنی ایثار. شما وقتی وارد آوردگاه اربعین میشید ببینید قاعده حاکم در اینجا ایثاره، یعنی افراد از داشته های خودشون در حد انفاق نه، در حد مواسات نه، در حد ایثار میگذرند. و شما میبینید دارن یک کاری سختتر از دنیای واقعی انجام میدن. تو دنیای واقعی گفتیم افراد میتونن گرگ باشند، اینا اومدن یک پله این رو تلتیفش کردن، مالدش کردن، ملائمش کردن، گفتن روباه باشید. ما اومدیم داریم تو جامعه خودمون انفاق رو تجربه میکنیم، یک گام جلوتر از اون رو هم حالا تو ایام کرونا برخی از افراد رفتن به سمتش در قالب مباسات. اما در پیاده روی اربعین افراد وارد آوردگاهی میشن که داره درش ایثار اتفاق میفته، یعنی افراد حاضرن از اون بشقاب غذایی که دارن کلا بگذرن، نه بخشش رو، نه نصفش رو، همش رو. و بعد اینو تجربه میکنند اونها، بعد شما میپرسید که شما چرا اینجورید، شما چطوری دارید اینجوری رفتار میکنید، بعد میگن که نمیدونی این قضیه چقدر لذت بخشه، ما این کار رو انجام میدیم لذت میبریم، من دارم از این قضیه لذت میبرم، دارم یه کار سختری انجام میدم، ایثار میکنم، دارم لذت میبرم. و لذت که میبره میگه فکر نکن که من دارم این لذت رو میبرم، دارم مالم هم کلان دست میدم. میگه امام حسین تو این آوردگاهی که ایجاد کرده، تو این میدانی که ایجاد کرده و این قاعده رو حاکم کرده، نه تنها ما وقتی ایثار میکنیم لذت میبریم، بلکه دنبال اینیم که بتونیم بیشتر این کار انجام بدیم. و بعد میبینیم که اون چیزی رو که در قالب ایثار دادیم بیشترش برگشت، بیشترش جبران شد. شما با خیلی از افرادی که میرید به عنوان کسانی که از بیرون از شرایط و فضایی که قواعد بازی دیگه ای حاکم بوده وارد این آوردگاه شدید، وقتی از اینا میپرسید، سوال میکنید، میگن ما از کمترین، از حداقل ها شروع کردیم، ایثار کردیم، لذتش رو چشیدیم، بعد اون کم ما بیشتر و بیشتر شده و هر سال حالا میریم اون چیزی که نسبت به اون کم ما بیشتر شده اون رو میبخشیم، اون رو ایثار میکنیم، دوباره اون بیشتر میشه. و دارن میبینن که از نظر مادی اساساً اون چیزی رو که میدند از دست نمیره، بیشترش برمیگرده و دارن پیشرفت میکنن به معنای واقعی کلمه، دارن ثروتمندتر میشن حتی معنای مادیش،
نه تنها دارن با عیسی از نظر معنوی لذت میبرند و از نظر معنوی ثروتمندتر میشن، اجر میبرند و شرمنده این حس خوبی هستند که دارند. و امام حسین این قاعده و این قواعد بازی رو در اونجا حاکم کرده، بلکه حتی از نظر مادی هم دارن ثروتمندتر میشن. خیلی عجیبه، شما از هر نظر نگاه بکنید این حجم جمعیت که فقط امسال 4 میلیون از ایران رفتن میره توی همچین محدوده‌ای. من قبلا خب به این موضوع پرداختم که از نظر اقتصادی تمام مدل‌های توسعه و ساخت اقتصادی و اکونومیک دیولپمنت همه‌شون بر اساس اینن که آقا شما جمعیتتون رو باید کنترل بکنید. معمولاً جمعیت پذیر نیستند، جمعیت گریزند. اینجا هم شما می‌بینید که جمعیت توی این حجم و عرض و ابعاد وارد یک محدوده جغرافیایی می‌شوند و اونجا افراد با بذل مال و حتی جان ایثار میکنند و اینها با هیچ کمبودی مواجه نیستن. اکثر کسایی که برمیگردن راضی هن، میگن عراقی ها سنگ تموم گذاشتن. شما اینو خیلی میشنوید، همه چی خوب بود، همه چی عالی بود، بعد شما میاد وارد زندگی واقعی میشید، برکه میگردید میبینید که دوباره از اون قواعد بازی انگار خارج شدید، از اون فضا انگار دوباره خارج شدید، فضایی که با گوشت و پوست و استخونتون لمسش کردید و کاملا توش راضی بودید. نه مثل اون دستگاه رویا پردازی که اول صحبت هم گفتم فقط دیده باشیدش، یک فضای رویایی به شما نشون داده باشن، نه، شما رفتید فضای رویایی رو تجربه کردید، در زندگی کردید و افرادی رو دیدید، فکر کردید اینها شاید به یک درجه از جنون رسیدند که دارن اینجوری بذل مال میکنن و اینجوری هزینه میکنن. بعد ازشون پرسیدیم، ما گفتن نه، ما داریم از این کار لذت میبریم، ما داریم ایثار میکنیم که قاعده بازی سختری از قواعد بازی حاکم در بیرون این آوردگاه و این میدانه، برخلاف بازی که گفتم معمولا قاعده رو ساده تر میکنن، سهل تر میکنن، قواعد اینجا سختره. یعنی شما بیرون اگه انفاق میکنی، بیرون اگه مقاصد میکنی، اینجا باید بیر ایثار بکنی، بعد شما باید بری اینجا با افرادی که اهل ایثارن دمخور بشی، بعد باهاشون صحبت میکنی، میگه آقا شما چجوری دارید همچین سطحی از ایثار انجام میدید؟ طرف نگاه میکنه به شما میگه نه، ما کاری انجام نمیدیم، ما اولا داریم لذت میبریم. چون میدونید یکی از عواملی که باعث تکبر و عجب انسان میشه اینه که از یک کاری که انجام میده لذت نمیبرن، انقدر لذت میبرند که اصلا متواضع تر میشن، عجب که بهشون دست نمیده نه هیچ، دچار تواضع هم میشن، در واقع متواضع تر میشن، شرمنده میشن در مقابل این میدان و این آوردگاه بی نظیر بهشتی. بعد نه تنها شرمنده میشن، بعد تازه میگن بابا خبر نداریم، ما هر سال هزینه میکنیم تا جایی که میتونیم، تا جایی که میشه، تا جایی که امکان داره و از این برانبر میتونیم فراهم بکنیم، و بعد میبینیم برمیگرده، بیشترش هم برمیگرده. این یعنی برکت، ما داریم اینو تجربه میکنیم، چرا نکنیم؟ و شما وقتی میرید وارد اون فضا و میدان میشید و اونا میبینن که شما به عنوان زائر امام حسین یک همچین برکتی رو براشون دارید و یک همچین تجربه از لذت رو، یک تجربه رویایی از لذت رو میتونید به اونها بچشونید و اونها میتونن داشته هاشون رو ایثار بکنن و بعد بیش از اون رو در واقع تجربه کردن که بهشون بر میگرده و جایگزین میشون. قاعده برکت اینه دیگه، قاعده برکت قاعدش اینه که مثل برداشتن از آب حوض میمونه، مثل برداشتن از خاک باغچه نمیمونه. شما از آب حوض که برمیدارید یک کاسه، بلافاصله جایگزین میشه. یعنی قاعده استخلاف و جانشینی و جایگزین بلافاصله جایگزین میشه. خدا بر چیزی که برکت بده اینجوریه، شما تا از آب حوض برمیداری بلافاصله جایگزین میشه، اما از خاک باغچه که بردارید نه، اونجا یک گودی ایجاد میشه، اونجا برکت در واقع تو مثالی که دارم میزنم به چشم نمیاد و دیده نمیشه، اما توی آب حوض وقتی یک کاسه برمیدارید بلافاصله جایگزین میشه. اینا اینو تجربه کردن تا دیدن نه تنها جایگزین میشه بلکه بیشترش برمیگرده. شما یک حبه که میدید طبق اون آیه قرآن 70 حبه
نه معادلش بلکه بیش از اون، چند برابر اون برمیگرده. خب این قاعده رو طرف تجربه میکنه، اون از این لذت میبره که داره همچین تجربه‌ای رو انجام میده، شما از این لذت میبرید که وارد همچین فضایی شدید که افراد دارن اینجوری، نه برای دو تا چهار تا مالیشون، نه حتی در قالب انفاق و مواسات، بلکه در قالب ایثار دارن با شما برخورد میکنن. شاید این دو تا چهار تا ها رو، این تمایز ها رو ندونید، این تفکیک ها رو ندونید که آقا انفاق چیه دقیقاً، مواسات چیه دقیقاً، ایثار چیه دقیقاً. الان براتون روشن شد. بعد این تجربه، بعد با طرف صحبت میکنید، به شما میگه آقا ما اصلا شرمنده ایم، ما مسلمیم، ما داریم این کار رو میکنیم، لذت میبریم، بیشترش هم برمیگرده. شما میگید که قاعده سختتر در این آوردگاه و میدان حاکمه از نظر اقتصادی، که همه فکر میکنن تو بیرون این آوردگاه اصلا مگه شدنی همچین فضا ایجاد بشه، میرن اونجا تجربه میکنن. رویایی نیست، واقعیه. یک فضای واقعی رو، یک بهش رو تجربه میکنن روی زمین و میچشند. بعد خب همه الان بحثشون اینه که چطور میشه این مدل گسترده بشه، بست پیدا بکنه. خب الان شما دارید میبینید که همینجور هر سال این مدل داره بست پیدا میکنه، هم از نظر زمانی هم از نظر مکانی. چون یک مدل وقتی که در قالب رویا نبود، یعنی شما رفتید تجربهش کردید، در قالب دریم میکینگ و دریم میکرها، یعنی این رویا سازان نیومدن این رو برای شما بسازن، این رویا اومد نه در قالب حتی ترومن شوکی، کسایی بیان بازی بکنن، حالا یه نفر احساس بکنه که بازی در واقع نمیکنه و داره خودش رو ایفای نقش میکنه، بقیه که داشتن ترومن شو بازی میکردن دیگه، نه اینجا همه دارن نقش خودشون رو بازی نمی کنند، دارن زندگی می کنند، خودشونن، کاملا خودشونن. هم شما که به عنوان زائر میرید، همون کسی که اونجا داره میزبانی میکنه، همون کسی که داره اونجا موکبداری میکنه، همون کسی که داره اونجا در واقع خدمات ارائه میده به زائر، همه اونها هیچ کدوم بازی نمی کنند و همه دارن واقعی واقعی یک فضای رویایی رو که توی فیلم ها و بازی ها شما نمیتونید ببینید، اون فضا رو برای شما میسازن، شما میتونید لمس کنید و تجربه بکنید. عجیبه، عجیب بودن این پدیده. و حالا همه میگن آقا این پدیده خب 5 روزه 10 روزه، بعد شما الان دارید گسترش پیدا داره میکنه. یعنی شما روز 40 اساسا روزیه که تمام جاهایی که بالاخره یک امامزادهی وجود داره، یکی از در واقع فرزندان پیامبر اونجا مدفونه و آرامگاه و بارگاهی داره، همه به احترام اونها شروع میکنن از یک مسافتی دورتر پیاده راه رفتن و این یک دفعه میبینید که این فضای، گفتم برخلاف اون چتر وحشت، این فضای از چتر رحمت بر یک خطه وسیع، بر یک سرزمین وسیع حاکم میشه و حالا بحث پیاده روی جاماندگان از 40 راه میفته و حالا یه عده میان این فضای موکبداری رو، این فضای ایثار رو، این فضای خدمات دادن با بهترین کیفیت رو، این فضایی که حالا من برم خدمات بگیرم و این میدان رو تجربه بکنم، پیاده برم به سمت یکی از فرزندان پیامبر، یکی از ائمه، یکی از اولاد ائمه، این رو برم تجربه بکنم، برم ساعت‌های وارد بهش میشم. این میبینید حالا روز 40 یه دفعه گسترش پیدا میکنه. خود بازه برگزاری پیاده‌روی 40 مراسمش، خب بالاخره در گذشته معمولا توی 1 هفته 10 روز انجام میشه، شما الان دارید میبینید داره تبدیل میشه به 1 ماه، یعنی از نظر زمانی داره گسترش پیدا میکنه، از نظر مکانی هم داره گسترش پیدا میکنه. الان مثلا ایران به نوعی در همسایگی عراق به دلیل امکانات زیرساختی که داره و همکاری که دولت ایران و مردم و میزبانان مردمی انجام میدن، از کشورهای دیگه، از پاکستان، از افغانستان، از ترکیه، ترکیه خب مرز مشترک داره با عراق، اما شما میبینید ترکیه مردمش از خاک ترکیه وارد عراق نمیشند، اینا میان از مرز بازرگان. خب با توجه به اینکه الان مرزهای نزدیکتر هم ایجاد شده، مرز بازرگان مثل مرزهای باشماق و تمرچین، میان وارد عراق میشن و شما میبینید که ایران تبدیل شده به یک بستر و یک سکو برای پرتاب افراد به این آوردگاه رویایی و
این محدوده وسیع‌تر شده. الان دیگه فقط اون حیطه و محدوده مثلا بین نجف و کربلا، بین مثلا سامرا و کربلا، بین کاظمین و کربلا، بین مثلا بصره و کربلا نیست دیگه. این بس پیدا کرده، طرف از محدوده ها و جغرافی های دورتر حرکت خودش رو آغاز میکنه و شما میبینید که موکب ها تا اون محدوده های دوره و دوردست جغرافیایی کشیده شدن و شما هر چقدر نزدیک میشید به مرزهایی که در واقع گذرگاه اصلی برای ورود به عراق هستن، تعداد این موکب ها بیشتر میشه و این فضای بهشتگونه و رویایی داره برای شما ملموستر میشه و شما میتونید هی بیشتر این رو تجربه بکنید. یعنی داره این مدل شماتیک، این اساساً آرمان شهری که داره در یک بازه‌ای از سال، بازه زمانی از سال در یک محدوده جغرافیایی، این داره همینجور از نظر زمانی و جغرافیایی گسترده تر میشه، هم زمانش داره بیشتر میشه هم جغرافیاش داره گسترده تر میشه. و حسین داره میگه این مدل رو شما میتونید تو کل دنیا حاکم کنید. بذارید کنار منفعت طلبی رو، بذارید کنار یوتیلیتاریانیزم رو، بیاید سراغ یک قاعده سخت‌تر به نام ایثار، بعد بهشت رو تجربه بکنید، بعد برکت رو تجربه بکنید. به جای اینکه از خاک کاسه‌ای بردارید، از آب کاسه‌ای بردارید، ببینید چقدر سریع جایگزین میشه، تازه بیشتر هم میشه. این تجربه رو برید توی زندگی خودتون بستش بدید، ببینید من در نظر زمانی مکانی چتر رو بر شما گسترده میکنم، ببینید چتری از وحشت بر عالم حاکم کردن. همین الان دارن براش رویا پردازی میکنن و یک عده میرن 8 برابر هزینه 5000 میلیاردی که 5000 میلیاردی یعنی 5 همتی که براش شده پول میدن که برن اون رویا رو ببینند. بیاید اینجا، نمیخواد رویا رو از دور براتون نشون بدن، بیاید اینجا تجربه بکنید و بیاید این تجربه رو بردارید و ببرید و تکثیرش بکنید. این مدل که حالا هر سال هم داره تکرار میشه و هر سال هم داره بهتر میشه، یک سری افراد میان و توی این محدوده، توی این چتری از رحمت، زیل این چتری از رحمت زیست میکنند، یک سبک زندگی دیگه رو تجربه میکنند. و مگر تمدن سازی جز اینه؟ تعریف تمدن که شما میرید نگاه میکنید، تعریف تمدن تو تمام در واقع فرهنگ هایی که تمدن رو تعریف کردن، در واقع از یک اجتماعی از مردم صحبت میشه که در جایی مثل شهر جمع میشن، با همدیگه یک زندگی مشترک، یک تجربه مشترک زندگی رو دارن، یک سبک زندگی مشترک و منحصر به فرد و متمایز رو دارند و از سه حیث، یعنی از حیث فرهنگ، از حیث اخلاق و از حیث قانون، میگه که این در واقع اجتماع داره با این سه تا مشخصه این تجربه زندگی مشترک رو در محدوده‌ای به نام شهر تجربه میکنه. چیزی که حالا مثلا شما توی تعاریف جدیدترش مثلا میتونید برسید به تکنوپولی، اون چیزی که نیل پوستمن میگه، یعنی میگه آقا یه متروپولی، یک شهر بزرگی شکل میگیره، فضای تکنولوژیک و انواع اقسام تکنولوژی حاکم در این شهر در واقع میاد یک، چون تکنوپولی در واقع از نگاه نیل پوستمن یک تمامیت‌های تکنولوژیکه دیگه، یعنی تکنولوژی میاد تمام ساعت‌های زندگی فرهنگی و اجتماعی شما رو از آن خود می‌کنه. انواع و اقسام تکنولوژی‌ها، حالا ما تکنولوژی به تکنیک رو بیشتر از حیث این ابزارهای مختلفی که داریم تو زندگیمون مثل موبایل و نمی‌دونم تبلت و انواع و اقسام ماشین‌آلات و ابزارهای مختلف استفاده می‌کنیم، اینا رو تکنولوژی می‌دونیم. اما بالاخره یوتیلیتاریانیسم به عنوان یک ایدئولوژی میاد در قالب تکنیک توی زندگی ما تعریف پیدا میکنه. اینکه من از یک پدیده مثل پول، از یک پدیده مثل قیمتگذاری، از یک پدیده مثل داشتن قیمت توی زندگی خودم استفاده میکنم، تکنیک دیگه. آقای نیل پوستمن میاد چی میگه؟ میگه که شما وقتی میرید وارد یک فضایی مثل یک متروپول میشید، اونجا انواع و اقسام تکنولوژی ها میان خودشون رو تحمیل میکنن، یک تکنوکراسی،
یک حکومت تکنیکی اتفاق میفته بر تمام ساعت‌های زندگی شما سایه میندازه. خب این میشه تمدن، این میشه اون فرهنگ، قانون و اخلاق منحصر به فردی که توی یک محدوده و توی یک حیطه‌ای جغرافیایی، مکان جغرافیایی مثل شهر، بین گروهی از افراد، بین اجتماعی از افراد مشترکه و دارن تجربه میکنن و سبک زندگی منحصر به فرد متمایز خودشونو دارند. مگر نه اینکه الان شما وارد این آوردگاه میشید، این قواعد بازی کاملا متفاوتی، یعنی شما به جای اخلاق میبینید که یک پدیده حاکم به نام تقوا، به جای فرهنگ یک چیز حاکم به نام ادب و آداب. یعنی شما واقعا ادب رو از هم زائر میبینید، هم از اون کسی که به صورت ویژه تر داره به زائر خدمت میکنه، ادب رو واقعا میبینید شرمنده میشید، چون اساسا کربلا و حماسه کربلا بر اساس ادب شکل گرفته و اون کسانی که این حماسه رو رقم زدن بسیار بسیار مؤدب بودند، ادب رو آموخته بودند و این رو اومدن توی یک آوردگاه سختی مثل کربلا که هر کسی از کوره ممکنه توی این فضای اینچنین از کوره در بره و تعادل روانی خودش رو دست بده، تعادل روانی خودشون رو در بالاترین سطح حفظ کردن و ادب رو رعایت کردن. شما میبینید که توی این آوردگاه هم ادب حاکمه به جای فرهنگ، توی این آوردگاه به جای قانون شرع حاکمه. این شما کاملا حاکمیت شهر رو میبینید، قانونی وجود نداره، یعنی شما اصلا نمیتونید برید با استفاده از بندهای قانونی که مثلا توی عراق حاکمه بگید آقا اینجا طبق قانون نباید این فرد با من این رفتار رو بکنه یا طبق قانون باید این رفتار رو با من بکنه، اصلا قانون اونجا وجود نداره. و شما میبینید که اینها که ابزارهای تمدن هستند طبق تعریف غربی، اینجا اومدن جایگزین شدن با تقوا به جای اخلاق، با آداب و آداب معاشرت و ادب به جای فرهنگ، با شهر به جای قانون، و یک سبک زندگی متفاوت وجود داره. اینجا کاملا تمدن شکل گرفته طبق تعریف، یک تمدن متفاوت. من تا گفتم توی یک بازه زمانی که داره موسط‌تر میشه و توی یک محدوده جغرافیایی که داره هی وسیع‌تر میشه و داره چتر خودش رو، چتر رحمانی و در واقع اون رحمت الله الواسعه که ویژگی امام حسین و صفت مشخصه امام حسینه که رحمت وسیع خداوند، این چتر رحمت داره گسترده میشه و یک تمدن جدید داره پیش چشم همه، نه در رویا و فضای رویایی و رویا پردازی، بلکه در دنیای واقعی داره در مقابل چشمان همه قرار میده، در مقابل چشمان همه قرار میده و مردم میتونن بیان تجربهش بکنند. فقط کافیه از اون اجتماع و اون تمدن غربی که قواعد بازی خودش رو داره بیرون بیان، وارد این آوردگاه بشند، قواعد بازی جدید رو تن بکنند و بیان یک تجربه واقعی رو داشته باشند. این موضوع رو که ما داریم یک تجربه تمدنی میکنیم، از این زاویه توجه بکنید. من در پایان میخوام یه مثال بزنم و این مثال یک مثال عجیبه. باز میخوام برم سراغ اون دریای رویایی و رویا پردازی که در دریای سرگرمی غربی شما میبینید وجود داره دیگه، اون دستگاه و اون دریای بزرگ انواع اقسام رویا پردازی ها در قالب هالیوود، در قالب استودیوهای بازی سازی. از یک کسی مثال بزنم، یک بازی مثال بزنم که ویژگی بازیش همین ویژگی های تمدنیه، به نام آقای ویل رایت، که یک بازی رو اصلا این شخص شناخته میشه به عنوان یک اثر برتر، یک نماد برجسته و یک عنوان برجسته حوزه بازی ها به عنوان شهر سیم یا سیم سیتی، که سیم برمیگرده به شبیه سازی، یعنی سیمیلیشن، یعنی شهر شبیه سازی شده یا شبیه سازی یک شهر، سیتی که در واقع اون
سیویتاس یعنی شهروند یا سیتیزن داره زندگی میکنه و اونجا داره تجربه تمدنی رو انجام میده. حالا این سیتی یعنی اون کالبدی که داره توش تمدن تجربه میشه، اون قانون، اون اخلاق، اون فرهنگ توش حاکمه. آقای ویل رای که در واقع اومده این رو تقریبا اولین نسخه شم 1989 داده، 1985 شروع که 1989 دقیقاً همزمان با فروپاشی شوروی اینها اومدن در واقع با این جنس بازی ها به نمایش بگذارند رخ تمدنی تمدن برتر رو، چون بالاخره اینا تمدن خودشون رو برتر میدونستن دیگه. اون حرف اصلی رو آقای فوکویاما با جسارت اومد زد، اما خیلی هاشون این حرف رو نزدن، اومدن براش بازی ساختن، مثل آقای ویل رایت، مثل آقای سید مایر که بازی تمدن رو میسازه و خودشون میگن که بازی تمدن در واقع همون مقاله و همون کتاب پایان تاریخ، اون مقاله معروف آقای فوکویاماست که اومده در قالب بازی هنوز هم داره همون مقاله رو هر بار که این بازی ویراست جدیدش میاد بیرون به طرز زیباتری پیش روی همه در قالب اون رویاسازی ساخته میشه. آقای ویل رایت هم از 1989 میاد بازی سیم سیتی رو میسازه و یک روخی رو از این تمدن و این نمای تمدن چیره و برتر که آقای فوکویاما میگه حالا این برتریش بر همه ثابت شده و این پایان تاریخه، میاد این رو رخنمایی میکنه و نشون میده توی سیم سیتی که حالا بالاخره چرا اینا این کارو میکنن، چرا اینا میرن سراغ بست خودشون از نظر تمدنی با این ابزارها که کمتر هم بهشون توجه شده، چون میگن آقا تمدن ما برتره دیگه، هر کسی تمدن خودشو برتر میدونه میخواد این رو به بقیه در واقع سرایت بده، اشاعه بده و اونها رو هم بیاره توی این فضای تمدنی خودش. برای اینکه این کارو بکنن خب بالاخره از این ابزار استفاده کردن. بازی سیم، شهر سیم یا در واقع بازی شبیه سازی شهر سیم، یک ویژگی مهمی که داره، داره این فضای تمدنی رو به رخ میکشه، این فضای تمدنی رو به نمایش میگذاره. بعد افراد میرن توی این بازی که حالا باید بهش بپردازیم در آینده، این تجربه رو انجام میدن. اما یه نکته ای اونجا وجود داره که من مطالعه میکردم در مورد اون، که آقای ویل رایت این سازوکار رو، چون میدونید یک وادی و یک فضای جدید در بازی های کامپیوتری بود وقتی که این بازی ساخته شد، چون همه بازی ها برد و باخت دارن، این بازی اصلا در یک پارادایم دیگه است، توش برد و باخت موضوعیت نداره و کاملا شبیه سازیه. همه میگفتن که آقا شما این بازی رو داری میسازی، کسی نمیاد بازی بکنه، خیلی از تهیه کننده ها حاضر نمیشدن بیان این هزینه رو انجام بدن، توضیح بکنن این بازی رو و بپذیرن که در واقع بشن توضیح کننده و اصطلاحا پابلیشر بازی. و خب آقای ویل رایت خیلی تلاش میکنه که این کار رو بکنه و این فضای جدید پارادایمی رو در بازی ها ایجاد بکنه و حالا با اون کارکرد ویژه هم که در واقع از نظر تمدنی یک رخنمایی رو اینا انجام دادن و انجام داده این بازی و انجام میده. خب این فضا از کجا برای آقای ویل رایت متبادر شده، از کجا اومده؟ خیلی نکته مهمیه. یکی از منشأهایی که آقای ویل رایت به عنوان خالق این بازی، به عنوان خدای این بازی، به عنوان کارگردان و طراح اصلی بازی سیم و شهر سیم و شبیه سازی شهر ازش الهام گرفته، یک رمانیه، یک داستان کوتاهیه که تو این داستان کوتاه یک فرد ظالم که از حکومت خلعیت شده، یعنی از حکومت کنار گذاشته شده، یک ظالم مخلوع، یعنی خلعیت شده که دیگه نمیتونه حکومت بکنه و در قالب حکومت خودش ظلم بکنه، یک چنین فردی میگرده دنبال یک انجینیر، یک مهندسی که این بیاد براش توی قالب مینیاتوری یک شهری رو بسازه که این بتونه بر اون افراد حاکم بر اون شهر کوچک و بر ساکنان اون شهر ظلم بکنه. این میشه منشه، این داستان میشه منشه، یکی از منشه های ایده آقای ویل رایت برای ساختن این بازی
سیم سیتی. و شما وقتی نگاه میکنید میبینید که امروز در واقع اون چیزی که در جهان حاکمه همینه. یعنی حالا چه توی این بازی که شما میرید این بازی رو تجربه میکنید، به نوعی دارید مبتنی بر اون قواعد غلط که قواعد بازی غلطی که بهتون گفتم حاکم شده در جهان، بر افراد ساکن در اون شهر ظلم کردن رو تجربه میکنید که حالا اونا هوش مصنوعی هن، اونا واقعی نیستن. اما حالا وقتی میاد توی دنیای واقعی میبینید تقریبا تو همه پهنه و عرصه تمدنی بشر، توی نقاط مختلف تمدنی غرب، اونهایی که هر چقدر ما تمدن غرب رو پذیرفتیم، هر چقدر اون پایان تاریخ آقای فوکویاما رو پذیرفتیم، هر چقدر پذیرفتیم که طبق تمدن غرب، طبق فرهنگ غربی، طبق اخلاق غربی، طبق قانون و قوانین غربی عمل بکنیم، ما داریم این ظلمه رو انجام میدیم. ما اون حالا ممکنه ما در جایگاه یک رئیس جمهور نباشیم، ما در جایگاه مثلا یک شهردار باشیم، ممکن در جایگاه شهردار نباشیم، ممکن در جایگاه مثلا یک فرماندار باشیم، یک جایگاه این چنین داشته باشیم، ممکن در جایگاه فرماندار نباشیم، در جایگاه یک مدیر یا مثلا صاحب یک ابر شرکت باشیم، یا یک شرکت یا یک مجموعه کاری، یا حتی در جایگاه پدر یا مادر یک خانواده باشیم که داریم توی این محدوده کوچکتر همین کار رو انجام میدیم، مبتنی بر هوای نفس خودمون داریم ظلم میکنیم، داریم بر اون شهری که یا در اون مجموعه کوچکی از افراد یا بزرگی از افراد بسته به اون اسکوپ و اون محدوده که در اختیار اون هست داریم ظلم میرانیم، حکم نمیرانیم، ظلم میکنیم، حکم نمیکنیم، داریم مبتنی بر ظلم عمل میکنیم. خب این که منشأ الهام ساخت این بازی بوده، حالا اون بازی رو که به این شکل هست بیاید مقایسه بکنید با فضای پیاده روی اربعین. امام حسین علیه السلام نه در یک فضای خیالی، نه در یک فضای توهمی، در یک فضایی که شما میتونید با قوه فهم خودتون، با قوه فاهمه خودتون، نه با قوه واهمه و وهم خودتون اون رو بفهمید، حتی با قوه فراتر از فهم، با قوه فقه یک سری ظرافتی رو ازش متوجه بشید، درک بکنید، از عقلتون استفاده بکنید، ببینید چه بهشتی ایجاد شده که توی اینجا ظلم نمیشه، در مقابل ظلم قسط در اتفاق میفته، در مقابل جور داره عدل رخ میده. یک کسی که حکومت میکنه، کسی که ولایت داره در واقع بر قلب ها و ذهن ها و جان ها، اینجا داره همه رو به خدا داره دعوت میکنه، داره همه رو به ولایت خودش دعوت میکنه و میگه ولایت ما رو بپذیرید. اگر ولایت ما رو بپذیرید، اگر قواعد بازی رو که ما میگیم بپذیرید، اگر اهل ایثار بشید، اون وقت در این سرزمین، در این تجربه مکانی و زمانی دائما در حال گسترش، دیگه ظلم رو تجربه نمی کنید. میتونید از ظلمی که داره بهتون میشه، هر چقدر تمدن غرب بر شما حاکمه، فرار کنید، بیاید اینجا تجربه قسط بکنید، تجربه عدل بکنید. اینجا انقدر همه اهل ایثار شدند که دیگه از ظلم خبری نیست، اینجا دیگه از جور خبری نیست، اینجا کاملا یک تکه از بهشته. ممنون از اینکه توجه کردید و وقت گذاشتید.